بسم الله الرحمن الرحیم، درس شروع میکنیم به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. ما شما امروز فرمول های میخونیم، 5 تا پیش که فرمول های شرطی بخونیم، وقتی که درس شما خیلی سخت است سر روز میشه و مشکل برای شما نشه. امروز میام خود شما ما فرمول های میخونیم به نام فرمول های دیتابیس میخونیم، فرمول های دیتابیس. فرمول های دیتابیس یکی از بهترین فرمول های بس اکسل که جهت گزارشگیری از اطلاعات داخل پروژه ها مورد استفاده قرار میگیره. مثلا چی حالت دوست دارم چه وقتی که وقتی نشته میکنم که مثلا نشته میکنم آیتی، برای ما بگم من چند تا آیتی دارم، چند نفرن، از کجا هستن، همه چیز من مشخص، برای من چیکار کنه، برای من بگه. متوجه شدین؟ میبینیم میخونیم شماره میزنم تقریبا 5 تا یعنی اینا که خیلی خیلی چیزای مهمه. فرمول هایی که ما شما میخونیم، اول فرمولی میخونیم به نام دیسم. ما سم یاد داریم برای جمع کردن، بعدی دی کانت برای شماره کردن، دی مکس دریافت بزرگترین، دی ماین دریافت کوچکترین و دی اوریج. دی اوریج و چی شده؟ پس این فرمول هایی که ما شما چیکار میکنیم؟ امروز میخونیم از فرمول های دیتابیس جهت گزارشگیری از اطلاعات داخل یک پروژه مورد استفاده قرار میگیره. حالا که چی گزارشی و چی قسم گزارش میگیره، ما شما چیکار میکنیم؟ حالا در قالب یک پروژه کاملا جدیدی کار میکنیم. خب به خاطر اینکه چه وقت ما شما کمه، میمیرم خیلی ساده همین شیت یونیما پروژکت خور چیکار میکنم؟ کپی میگیرم و روی می کار میکنین. از اینجا یک کنترل ار میزنم، انتخاب میکنین، کنترل سی کپی میکنم، میگم برو با آخرین شید، یعنی شید از این شید، میگم چی؟ کنترل وی، برای ما پست بکن. این چیزی بود که ما شما قبلا کار کرده بودیم و قبلا رو از یک سری موضوعات تعیین کرده بودیم. بعد از این که این کار انجام شد، من خیلی ساده چا میگیرم همین معاشات از اینا تغییر میدم، به خاطر اینکه تغییر میدم که دوست ندارم که معاشات اینا شرطی باشه. اینا شرطیه ده، درست شد؟ این دوست ندارم باشه، تکس هم تکس شرطی باشه. میام خیلی ساده تستر معاش تعیین میکنم به اینا، نه دیگه نمیخواد. این معاشات که ما میده چکار کردن؟ تعیین کردن. بعد از این من شیط خود رنیم میکنم، چرا؟ رنیمی که میکنم باشه بالا از یک شیط مسته ایم یک روی دیگه هم وارد کنیم، کار میکنیم مقبولتر و جالبتر بشه. یک کمی کش میکنم پایین، اینجور باردر میدم، یک دبل باردره، یک دبل باردره میدم، ایرم مرچ میکنم، نشته میکنم چی؟ یه میگذاریم به نام مثلا یونیما پروژیکت، یعنی تک چیزی نمیگذاریم. این بولت اندازه رو میانم به این وسط، اندازه رو چی میکنم؟ بزرگ میکنم. یز بعضی ایجاد شد، حالا میخواییم که اسم از این میسازم به نام چی؟ اسم میسازم به نام دیتابیس. دیتابیس خود چی میگن بچه ها؟ دیتابیس مکانیه که اطلاعات جاری چکار بشه؟ ذخیره بشه. پس یک دیتابیس شیده چند دیتابیس وقتی که مواد در داخل چی شده؟ ذخیره شده. شید دیگه رو نمی کنم، این شید رو میذارم به نام چی؟ به نام انفارمیشن، معلوماتی که چی؟ معلوماتی که از فرمول ها از شید بعدی میگیرن و تازی بریم و گزارش بدن، درست شد؟ میام خیلی ساده چه بخاطر که کار ما کمی مقبول تر معلوم بشه، میام تیک بر میدارم که هیچ کدام از این باردرها دیده نشه. بعضی میام همه شیت خود انتخاب میکنم، میام به همه شیت خود فعل میدم، شیت فعل یک رنگ آبی یک رنگ تعیین میکنم، میام مثلا این رنگ باشه، درست شد؟ همه رو یک رنگ میدم به این مدل باشه، درست شد؟ بعضی میام جایی که مثل رد دارم میام گزارش بگیرم، اینا دو تا انتخاب میکنم، میام اینا باردر میدم بخاطر که ببینیم ما اینا و اینا رو میسازم چی؟ این باردر میدم، اینا رو انتخاب میکنم، میگم چی؟ میگن که مرچ اکراس،
بعضی اجگار هم انتخاب میکنم بیم دیگه هم چی باشه؟ رنگ سفید باشه، یعنی رنگ نداشته باشه. اجگار هم میگم رنگ چی باشه؟ رنگ مثلا زرد باشه. خب متوجه؟ باشه یه از این پس متنستم یک جای معین برای خود. خب بسازم بعد از اینیم پنج تا رو انتخاب میکنم، پنج تا فرمول داره، بیده پنج تا رو انتخاب میکنم، چهار پنج تا یه به صورت انتخاب میکنم، میام باردر هم میدم به این وقتی که ببینین و اینا رو انتخاب میکنم، میگم چی؟ میگم که این باشه مرچ اکراس باشه، بعض اینا رو باردر میدم، اینا رو هم رنگ اینا رو گم میسازم، اول رنگ اینا رو گم میسازم، بعض رنگ اینا رو چی میکنم؟ گم میسازم، این قسمت رو میام یک رنگ زرد میدم، یه درست شد. این اندازه از نرمه کمی کوچکتر بکنیم بیتره. خب من میتونم معایه ساختم مکانه بخاطر بچه ها و یک کار دگری ترنگ دارم که دوست ندارم کسی ببینه فکر کنه اصلا یاد سلیه دگه، یعنی کار باره رفعی تر نشان بده. بعضی میان به اینجاگه متن خور نوشته میکنم، متن چی فارسی باشه انگلیسی فرق خاصه نمی کنم، نوشته میکنم تایپ یعنی نوشته بکن، تایپ ده بعد از اول میگفتیم نوشته بکنم نشته میکنم چی؟ نه باشه شما تایپ تایپ نام کالم، اسم کالم رو نشته میکنین به جگه نشته میکنین ایجاد شرط، نه وارد نمیدن، وارد نمیدن وظیفه به عنوان مثال وظیفه. بعضی دیگه نشته میکنم جمع معاشات، دیگه نشته میکنم دریافت بزرگترین معاش، بزرگترین معاش دریافت پایین‌ترین معاش، بگم چی؟ تعداد کارمندان بیان میگن چی؟ بیان میگن که اوسط معاشات اینا رو انتخاب کردم، یک بولدی هم میکنم اینا و نویت خط از اینا رو هم مثلا انتخاب میکنن، هم اینا رو اصلا هم اینا رو بولد میکنم، نویت خط از اینا رو نشته میکنم چی؟ ویزا ازی. بعضی خیلی ساده من تنستم چیکار کنین؟ تا به حال ما فقط تنستین متن خود کار بکنین، بعد از این میام خیلی ساده میام چیکار میکنیم خود شما فرمول هایی که قرار شد امروز ما بخونیم فرمول ها رو کار میکنیم. میام رازی اول میگم که چی کار بکنین؟ میگین که جمع معاشات، از برای جمع کردن معاشات از فرمولی به نام چی استفاده میکنیم؟ دی سم. میگم مساوی میشه دی سم، قوس باز میکنین، خیر مساوی واسه فونت زار مساوی به این شکل میگم مساوی شده دی سم، قوس باز کنه. از این روش پایین دیگه چه استفاده میکنین؟ میگه دیتابیس شما چی کجایه؟ جایی که اطلاعات ذخیره میشه، ذخیره هسته داخل ایشید دیگه، درسته؟ داخل ایشید این دیتابیس همانه، فقط بجز عنوان و مجموعه اگر همه انتخاب میکنین گفت دیتابیس تو اتمنه این مکانه. بعد جو سیمیکالان بزنیم، مثل میگه که فیل دیگه قرار شرط ما باشه یا جمع بکنه میره کجا باشه؟ میگه توتال سلری، باز کامه یا سیمیکالان میگه کرکتر اریا، موقعیت شرط شما، میگم شرط ما هست پس بشیت چی؟ بشیت انفارمیشن ایدی تا سلم ها چیه؟ شرط ما قوس بسته انت
بیشتر. همه رو جمع کرد شد چنده؟ 10,742. ای از این باید نمیگم که استفاده از چه کار میشه. چند دقیقه بعد که امر کار کردم به شما میگم، میگم مساوی میشه و دی ماکس دریافت بزرگترین معاش قوس باز میکنه. باز هم میگه دیتابیس. از این رویش پایین دیگه میگم این دیتابیس همه. میگه کامه سلی که شرط شما باشه بزرگترین دریافت کنم. میگم ای چی باشه؟ تکس. میگم سالری کامه سلایی که شرط شما نه ایدی تا سل شرط ما قویس بسته این تر. میگم که مسایی میشه به دی ماین قویس باز میکنین. میگم دیتابیس. میگه ای دیتابیس شما، ای دیتابیس شما. بعض کامه از کجا کوچکترین ماشه؟ بگم از توتال سلری. دیگه کامه شرط شما ایدی تا سل همچی شما نه شرط شما قویس بسته این تر. میگم مسایی میشه دی کانت شماره بکن برای ما قویس باز. دیتابیس میگم ای دیتابیس ما نه درست شد. میگم کامه کجا شماره کنم؟ این شماره کن کامه اتصله شرط من داخل انفارمیشن از این قویس بسته این تر 21 کارمند داره. میگم مسایی میشه به دی اووریج اوسط بگیر قویس باز. از کجا؟ از این دیتابیس که من انتخاب کردم کامه از کجا اوسط بگیرم؟ میگم از تکس یا مثلا اوسط بگیر، از تکس اوسط بگیر. میگم کامه شرطم هم کجا بود؟ دیتا سلم شرطم قویس بسته این در خواهر سبیم چی کار شده چا؟ خوب متوجه باشیم. یه دفعه عمومی به شما بگم که این بلی چی هسته. جمع کل معاشات کارمنده شما چنده؟ 10,742. اگر من برم به اینجا گاه بچه یک معاش 300-250 دلاری بکنم 800 دلار سه چی کار شد؟ میرم داخل انفارمیشن 11,292 شد، تغییر کرد. برای ترین معاش چند شده؟ 900. پایین ترین معاش 325. چند تا کارمند داره؟ 21. اوسط تکس اینا چند شده؟ 35. درست شد. خب پس اینا برای چی اندره؟ دیگه که نام کالم تایپ بکن. آره میگم که مثلا از کالم چی؟ آره بچه ها دیگه اینجوگا باید انگلیسی نوشته کنم، باید اینجوگا هم انگلیسی نوشته کنیم دیگه درسته؟ شما اینجوگا فارسی نوشته کنیم، اینجوگا هم فارسی نوشته میکنم. اگر از پوزیشن کسی آیتی بود برای ما گزارشات رو بده. ما آیتی نداریم بچه ها، ما آیتی نداریم. اگر میدشتیم برای ما گزارش مشخص نیاد. یعنی خب آیتی نداریم خیره، منیجر کو داریم. جمع معاشات منیجر ها چنده میشه؟ 2,292. برای ترین معاش منیجر چنده؟ 760. پایین ترین معاش که منیجر داره 425. چند تا کارمند داره منیجر؟ 4 تا. اوسط اینا چند شده؟ 64 شده. میگم که نه کوک آشپزار بگم 2,750-350 4 نفر اوسط اینا صفر. چرا مختلف که از اینا تکس نگیرفته دیگه؟ میگم دریور یک دریور. اگر من برم به اینجگا مثلا اگر یک کوکرم بیام دریور بسازم اینجگا چند شده؟ دیتا دریور شد. یا مثلا داشته میکنم پروونس ولایت درست شد؟ میگم پروونس بشینم وسط هم بیارم که ببینیم. میگم پروونس ولایت هیراتی هار بگم مشخصات اینا چند تا هیراتی داره؟ 6 تا. جمع معاشات بزرگترین معاش کوچکترین معاش. میگم فرعی 5 تا. کابل 5 تا. یا مثلا میگم که شماره کارمند شماره UN-AF-205 کینه چند معاش داره؟ یا 6 چند معاش داره؟ 550 داره معاش داره. مثلا میگم که 207 اشکینه 520 دارم میشه. یا مثلا میگم که مثلا جندر جنسیت میگم کسانی که میل هستن نشان بده که چند تایه.
16 تا کارمند مل داریم. این معاش بزرگترین معاش، کوچکترین معاش. ببین نه نه فیمل بام نامه بعدن میخونیم ایشون نامه. این 200 تا از جان معاش شد همه تعداد میگیریم. وا دیگه همه زمین تعداد شما دیگه شرط قبول داشتین. درسته؟ سیواش بر خدا داره نه اوزاد تاکس داره یا چه اوزاد تاکس از کل تاکس هاین از کل خانوم ها تاکس هاین نه نه از این تاکس ما میدم تعیین کردیم گفتیم تاکس دیگه نه دیگه را هم سالری گرفتم اونتا دیگه تاکس گرفت استاد از ما که فرسی رو چی میدیم فرسی نشته مثلا جندر جنسیت درست شده چه پس یک کارخونگی شما الدگم میخونیم ما یک کارخونه شما که اینه که یک دیتابسه خود یک انفارمیشنه بچه ها 20 دقیقه استاد میکنم 20 دقیقه به سر صنف استاد میکنم درسته اگر کسی نورد بریم قسمت بعدی که شما میخونیم از داخل فرمول ها ما شما فرمول ملتیپل اف خونده بودین درست شد دیگه فرمول های سم اف و سم اف و کامنت اف و کامنت اف و اوارج اف و اوارج اف سه نه خونده حالا میم چی؟ اینا رو هم میخونین که بعضی درست شما برای امروز خلاص میشه و سبا هم فرمول ها کلن خلاص میشه میرین بعد دیگه 60 تا فرمول سبا عقل شما میده که بخونیم 60 تا هم سبا خلاص میشه خب میرین خیلی ساده به قسمت یونیما پروژیکت امی جایی که ما چی ایجاد کرده بودین؟ جایی که ایجاد کرده بودیم میام اینجا بقیه درس ها هم در اینجا کار میکنیم شش تا فرمول دیگر هم میام به این پایین از این بخاطر که کم مقبولتر بشه شش تا سل انتخاب میکنم یه از اینجا میام این رو باردر میدم بخاطر که دوست دارم ببینین به این پایین از این باشه کم کارم مقبولتر بشه یه رو مرچ میکنم اما مرچ اکراس بخاطر چی؟ بخاطر که فقط روحار برای من میلش کنید ایر بولد هم میکنید اینجا هم یک رنگه میدیم بعد از این میام خیلی ساده قسمت متنهایی که میخواییم نوشته میکنیم بچه متنه که نوشته میکنیم دلخواهه مهم اینه متن شما مفهومی به کسی که دیتابیس شما رو پولی شما رو کار میکنه بفهمه حالا مثلا این دکمه اینجا نوشته باشه انسان نشته باشه تقسیم نمیدن معاشات اینجا باید روی کلید کنیم معاشات رو جمع کنه اون نفر اشته بفهمه دیگه چا پس بعد متن نوشته کنیم همیشه که معنی هم بفهم خواسته دشته باشه خب میام اینجا نوشت کلید میکنم نوشته میکنم که مثلا میگم که میگم sum of IT salary تو برم جمع بکن معاشات چی؟ IT ها اما حالا اینجا به نظر شما چا؟ ما اگر قبلا میمونیم جمع میکردیم اشته جمع میکردیم گفتیم مسایی میشه به سم درست شد قوس باز ایت انتخاب میکردیم گفتیم قوس بسته اوکی جمع میکرد همه بچا حالا دیگه بس کاملا متفاوت شد دیگه بس چرا متفاوت شد بخاطر این که حالا من دوست دارم که میگه که رئیس به من گفته تو جمع کن معاشات آیتی ها تو جمع کن معاشات چی؟ آیتی ها یعنی یک شرطی هم داره از فرمول سم افی که شما رو قرار بخونیم جهت جمع نمیدن معاشات به صورت شرطی مورد استفاده قرار میگیره جمع نمیدن معاشات به صورت چی؟ شرطی میگم جمع کن اگر آیتی بود جمع کن اگر منیجر بود جمع کن اگر از هرات بود جمع کن اگر مرد بود جمع کن اگر اسمی احمد بود یک شرطی هم داخل خود چی؟ داره میگم مسایی میشه به سم باز یک اف هم خود خود داره سم اف میام خیلی ساده سم اف قوس باز میکنه شما این پایین از این ما به شما راهنمایی میگم شما طبق می کار بکنه بچه ها قسمت اول رنج رنج یعنی موقعیت میگم موقعیتی که تو میخوایی من اوچگاه کنم شرط بگذارم کجایه پوزیشن مثلا مد نظر میگیرم دو بار کار میکنم یک بار پوزیشن یک بار دگه جان میگم اگر قسمت پوزیشن درست شد اگر قسمت پوزیشن کامت دبل کدشن کرکتر یا شرط دگه اگر کسی منیجر بود دبل کدشن بسته
حالا خیر، مثلا آی تی گفت آی تی نداره نوته بعد منیجر بود. یه بار منیجر میکنه. منیجر بود، دوباره کتشن بسته. سیمی کارن. من چه کار کنم؟ سامرنج. سامرنج میگه جایی که من جمع کنم. جایی که من چه کار کنم جمع کنم؟ ولی اگه میل انتخاب کنم خودش ای ای بی سی دی رشته جمع کنه. اشتباهی دیگه. بعد موقعیت رو انتخاب کنیم که در او عدد باشه. اینو توتال سلری جمع کنم. قوس بسته حالا چه این همه منجر میکنه این مهم دیده گفتم هر متن خواستیم نوشته میکنیم اما مفهوم دار باشه این جمع منجر اگر من بیام یک منجر اضافه بکنم این کوکه این همه سنم منجر سکنم همه چیز تغییر میکنه اینجور دو هزار افتاد جمع کرد فقط و فقط معاش چی؟ منیجرها یه دفعه میام دوباره کار میکنم بچه متفاوت یه دفعه دیگه کار میکنم مثلا میشه به سم اف قوس باز میکنم بگم که اگر از قسمت پروونس ولایات وقتی که چند جار کار کنم شما بفهم بچه های میخانیک نشه کامت دول کتشن کسی از ولایت هرات بود دول کتشن بسته کامت و از قسمت چی؟ سمرنج از موقعیت که کجا جمع کنم معاشات اینا جمع کنم قوس بسته اینتر معاشات هراتی ها میشه چنده؟ سم آف مثلا هرات هراتی ساده درست شد دیمید از این بعدی میخونیم سم افس جمع کردن اعداد به صورت چندین شرطه جمع کردن اعداد به صورت چندین شرطه مثلا چی آرد؟ چون پشت کمپیوتر خوششته نیدم رئیس به شما میگه که تو برو من جمع کن که منیجرم باشه از ولایت ایرات هم باشه معاشی بگو چند تا یکی که منیجر گفت دوم چی گفتن؟ از ولایت ایرات هم باشه دو شرط شد وقت باز بیم از چی استفاده میکنه؟ سم افس یه نشه میکنم سم آف manager salary from Herat بیم روزی میگه مثلی میشه sum ifs قوس باز میکنه میگه که اول با sum range گفته sum range بعد به نظر شما کجا رو انتخاب کنم چه موقعیت جمع میتونم اینجگا باشه میتونم اینجگا باشه میتونم هر جایی که انتخاب کنیم باشه میتونم مثلا به توتال انتخاب میکنم این موقعیت سیمی کارن میگه کرکتر یا رنج ون موقعیت شرط اول موقعیت شرط اول میگم پوزیشن ما اگر از پوزیشن ما باز بزنیم چی؟ کامه دول کتشن منیجر بود دول کتشن بسته کامه کرکتر یا رنج دو شرط دوم از قسمت پروینس ما کامه دول کتشن کامه دول کتشن از هرات بود معاش رو جمع کن بایست بسته حالا مثلا این منیجر هسته از هراته منتها این منیجر معاش از حساب نکرده چرا وقتی که از کابله اگر من اینم مثلا هرات بکنم مثلا باید فرق کنم اینجا کسی کنم درست شد؟ مشکل داره؟ بعدی count شماره کردن یکم مثالی بشه count count f جهت شماره کردن سلها به صورت شرطی شماره کردن سلها به صورت چی؟ شرطی مثلا چی حالت؟ بگم که تو بریم شماره بکنه شماره کن مثلا رئیس برای من میگه که تو برای من تعداد منیجران بگو چند نفرن اشته شماره کنید از count F خیلی راحت میگه مثلا شبه count F range موقعیت میگه موقعیت پوزیشن میان پایین پوزیشن کامه دول کتشن کسی منیجر بود دول کتشن بسته قوس هم بسته شماره کن چند تا داره؟ شش البته بعد میگه اگه مد نشته میکنه
account of manager, account of هرات. دي براسه کار میکنم. بس ای بشه به account F. قوی سباز میکنم. این از موقعیت پروینس ما. پروینس ما. درست شد. کامت دول کنشم. کسی از هرات بود. شما را کنم. قوی سبسته این تا. ایس. هفت. بعدی. کود اف شماره کردن به صورت چی؟ دو شرطه، چندین شرطه، سه شرطه، چهار شرطه. تو برم شماره کن. منیجر هم باشه، از هرات هم باشه. چند تا منیجر هراتی داره؟ ببین، اشتباه میکنم. Count of manager نمیگم مسایی میشه و count F's قوی سباز میکنم یک کلیکت روی رنج من موقعیت شرط اول از قسمت چی؟ از قسمت پوزیشن ما که انتخاب کردم کامه دبل کتشن کسی منیجر بود دبل کتشن بسته سیمی کارن موقعیت شرط دوم از ولایات ما ولایات ما یا از جندر هم میتونم استفاده کنم کامه دبل کتشن از ایرات بود برم شماره کن چند تا دبل کتشن بسته قویس هم بسته این تا هفت تا منیجر داریم چند تا از ایرات بچه هم؟ سه تا سه تا منیجر ایراتی هم داریم که وظیفین منیجر باشه درست شد اوارج اف گرفتن اوسط به صورت چندین شرطه به صورت شرطی گرفتن اوسط به صورت چی؟ شرطی میام خیلی ساده میگه مسئله میشه اچهد اوسط رو ایدیتر میگذارم کارخونگی شما کسی که سم اف و سم اف سیاد داشته باشه ایدیتر هم یاد گرفته هیچ مشکلی هم نداره هیچ فرق مثلا نگب میایی دفعه یک ایتر نشان میدم کار میکنم اووریج اف قویس رو باز میکنم رنج کرکتری اووریج رنج بیشتر بود رنج کرکتریلی ها سم رنج این از اینه یا مثلا سم اف اوریج افز اوریج افز قویس باز اوریج رنج شرط شما شرط این از اینه بچه ها هیچ کدام تفاوته نمی کن اوریج آف مثلا تکس تکس اوسط می گیریم اوریج آف منیجر تکس یعنی اوسط تکس منیجر ها دیگه نشته میکنم average of منیجر تکس from مثلا هرات ایس هم درست شد پس بچه ها ایش شیشتا فرمیل هم کار میکنیم شما هشتا فرمیل شرطی خوندیم پنجتا فرمیل چی؟ دیتابیس 13 تا 23 تا امپری دیگه خونده بیدیم 13 و 23 چند میشه؟ 34 تا 30 تا دیگه هم چکار میکنه؟ اما 30 تا دیگه هیچ استفاده برابر به یک اف استفاده نداره موفق باشین وقت خوش دست خوش پروژه خودم خواهد فهمیدیم چه؟ گفتم